پاسدار حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان نوشت آمریکا تحریم را کارآمدترین حربه برای مقابله با پیشرفت و جهان شمولی ایران اسلامی تلقی می کند حال اگر دشمنی آمریکا با موجودیت نظام را هم به صورت مسئله اضافه کنیم نتیجه می گیریم که لغو تحریم که در مذاکرات ای دنبال می کنیم، مانند آن است که از حریف انتظار داشته باشیم در میدان جنگ با نظام کارآمدترین اسلحه خود را زمین بگذارد و بعدی است که نگذاشته و نمیگذارد نظام برای عبور از تحریم ها به جای خوشبینی نسبت به مذاکرات باید به مقابله به مثل دست بزند مثلا کشورهای اروپایی از اولویت مبادلات تجاری ایران خارج شوند و خط تولید رنو و پژو در ایران تعطیل شود و تنگه هرمز برای کشتی های حامل نفت به اروپا بسته شود. پاسدار سعید قاسمی سرکرده باند چماقداران رژیم نیز طی یک سخنرانی در بوشهر تاکید کرد اکنون بدترین زمان برای مذاکره انتخاب شده است و اگر نتیجه نگیرید حق ندارید فرصت سوزی ها را به پای رهبری یا مردم بگذارید کیهان خامنه ای درباره شکست رفسنجانی در نمایش انتخابات رئیس خبرگان ارتجا نوشت رسانه های حامی فتنه به همراه رسانه های ضد انقلاب از سرانجام انتخاب رئیس مجلس خبرگان شوکه شدند هاشمی در سال 86 با 41 رأی و در 87 با 51 رای به ریاست خبرگان رسید. اما عملکرد سوال برانگیز وی در قبال فتنگران و ایستادن در موضع اتهام باعث سلب این اعتماد و ریزش آرای وی به 24 رأی شد. از سوی دیگر یک روزنامه باند رفسنجانی روحانی نوشت ادده انگار به یک جنگ تمام ایار رفته بودند که انتخاب یزدی را فتح الفتوح می نامد. قطعا قضاوت درباره علت این تصمیم هاشمی و نتایج آن برای آینده کمی زود است.